در مسیر برگشت از کاخ تی به سمت تفلیس بدیم. البته به همسفرامون در تفلیس تماس گرفتیم، اونا گفتن که ما درگیر بازار و خرید و هستیم و چشم شما رو که دور دیدیم، چه جایی بهتر از اینکه تو شما نباشیم، ما هر چی دوست داریم تو بازار بگردیم. گفتم خب حالا چی خریدین؟ گفتم راست بخواد چیز خاصی نداشتن، همش کفش و کیف و پیرهن و اینه که هستش، همونه که در ایران خودمون هم به همین شکل هست با قیمت مناسب تر. ولی خب البته بودن همسفرهایی در جمع که دارن یک سر خرید میکنن. من تو روشنی هم در راه برگشت که بودیم، گاه گوشه و کنار جاده نگاه میکردیم و یه چیز بگم، مزارع بزرگ و باغات بسیار بزرگ درختان انگور و یا تاک ها وجود داشت. اینقدر بزرگ که فکرشو نمیتونیم بکنیم، شاید کیلومتر در کیلومتر انواع این درخت های میم بود. میم که میگم چون من سبزواری هم اصالت هم و اونجا به درخت انگور میم میگن، شما شاید در هر جای ایران باشین به ما تاک بشناسیم. و ماشین نگه داشتیم و رفتیم در بین اینها و انصافا هم که انگورهای یک دست و خوب بودن. راننده گفتش که در فرهنگ گرجی شما میتونید محصولات باقی رو برای خوردن هر چقدر که میخوای برداری بخوری، هیچ مشکلی نیستش. من به استناد حرف ایشون میگم و حتی خب انصافا هم حفاظی چیزی نبود اونجا و میتونیم بخوریم و این جز رسومات گرجی هاست که اینو به عنوان رسم مهمان نوازی میدونن. ما هم اندکی، نه یک کمی بیش از اندک، دو سه کم از این انگورهای خوشمزه رو خوردیم. خودمون رو با ساعت هرچه تمامتر به تفلیس رسوندیم. وقتی ما به تفلیس رسیدیم، من تمام فکر هوشم سر این بود که حالا دیگه باید برم و خونه جوان برومند کلیسا رو پیدا بکنم، چون به تمام سوالاتم دست پیدا کرده بودم، دیگه خونه خدا هم شناخته بودم کامل. همسفرامون هم در بازار بودن و درگیر خرید. گفتیم خب چه بهتر مزاحم اونا نمیشیم، بزن خریداشون رو بکنن. رفتم به کلیسای بزرگ یا سامبا و اونجا دوباره گفتم که خب این خونه جوان برومند کلیسا رو به ما بگین. و اونجا یکی از کسانی که حالا نمیدونم دقیقا مرتبتش چی بود در کلیسا گفتش که اون که مشکل نیست، خونه بعد از اینکه از باتومی در واقع اومد آوردنش همین کنارمون با دستش کنار کلیسا رو تقریبا نشون میداد اینجا آوردنش. گفتم که مردم آوردنش؟ گفت نه، اون زمان اولش که اون خیلی مشهور شد تو باتومی، اون جوان و در واقع سربازان رفتن گرفتنش و در واقع کدبسته آوردنش اینجا زندانیش کردن. ولی بعد در همینجا بازگیری بیشتر شهرت شد، مردم اونو نذاشتن که اصلا دولت نگه داره و آزادش کردن و رو دست بردنش. گفتم خب خونش کجاست؟ من میخواستم برم پیش خونه اون. گفتش که خب خونش که مشکلی نیست، اگه خودش رو میخوای ببینی که کجاست، خودش که الان خونه نیست، خودش رو بردن سمت شمال. گفتم یعنی چی؟ گفتش که یعنی بعضی که دیگه خیلی مشهور شد، مردم اومدن و اینو رو دست بلند کردن و با مثل ما که میگیم سلام و صلوات، نه با تقریبا شبیه هم چیزی با هیجان و شوق اونو بردن شمال. اگه میخوای مسیری که بردنش بری همین تفلیس رو بگیر برو سمت شمال، برو 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 بالا، همین مسیر بالایی میرسی بهش. برای شام به یکی از رستوران‌های خوب تفلیس رفتیم، رستورانی که البته اونجا مراسم موسیقی و آواز خوندن هم بود. خب گاه وقتا گوش میدادیم به صدای موسیقی، صدای خوبی بود. روشنی و همه همسفران دور همدیگه سر میز شام نشستیم و گفتیم قضیه اینه، بعد بریم به سمت شمال اگه بخوایم به اون هدفمون برسیم. شما تفلیس میمونیم من تو روشنی بریم یا نه؟ گفتن نه ما تفلیس میمونیم، ما هم با شما میاییم، شما همه جای خوب شما خودتون میاییم، ما تفلیس تو این شهرها تو این ترافیکا و این بردن مرتب شدیم. گفتم بس بسم الله، فردا همه راهی میشیم، میریم به سمت شمال، میخوایم راهی رو بریم که جوان بومن کلیسا از تفلیس از اونجا خارج شده و رفته. در حین که شام داشته میخوردیم و طی زمان میکردیم،
به آقای انتظاری گفتم آقای انتظاری چیکار کنیم با این وضعیت؟ من اگه بخوام به نتیجه برسم بعد من رو تو روشنی یا شما اگه میای بریم تا سمت شمال تفلیس مستقیم بریم به سمت بولا دنبال راهی بریم که اونو رفته. بعد دیدم آقای انتظاری اصلا حواسش نیست. گفتم آقای انتظاری بعد حواست کجاست؟ تو حواسم یه دقیقه پیش اون خانم است اونجا داره میرخصه، خیلی قشنگ میرخصه. گفتم با جواب منو بده. گفتم خلا بسی بس ساعت رو پرسی که الان چیزی که تلا میپرسی. گفتم خیلی خوب باشه نگاه. یک دو دقیقه گذشتش بعد به دکتر روشنی گفتم آقای دکتر روشنی چیکار کنیم فردا من و شما بریم تا قسمت شمالی خانده ها اینجا تو تپلیس بمونن اگه دوست دارن یا نه. دیدم در آقای دکتر روشنی گفتم چی برای چی سکوت کنم؟ گفت اونجا یکا چه قشنگ تندم میرخصن. گفتم بابا آقای دکتر روشنی حالا اون که بودن میرخصه اون که تمامی نداره که. نه تو نه یه دقیقه صبر کن ما همینجا ببینیم خیلی تون دارم میرخصن. گفت باش. بالاخره این مراسم های رقص و آواز اینا که تموم شد رو به جمع کردیم و گفتیم بخیر چیکار کنیم؟ ما بریم شما میمونی یا نه؟ همه گفتن نه چی شما بریم به تو خوش بگذره اونجا، ما میایم دنبال همین جوان به عنوان کریستا همون مسیری که رفته ما تو تیفلیس میخوایم بزنیم که چی. گفتم خیلی خوب بسم الله، پس فردا صبح همه اول وقت آمده باشین، میخوایم بریم به سمت شمال.